کی من؟ کی؟ سما عدد بده. 4 3 2 1 فایر ساکو. سلام، من حامد حسینی هستم. مهمان این هفته شما اکبر گنجیست، روزنامه‌نگاری که نیاز به معرفی ندارد. و این پارازیت برنامه است از طرف آمریکای جهانخوار برای شبیخون فرهنگی به بطن ارزش‌های جامعه اسلامی. برای شما، شما که این روزا بریدین از اساس، اعصاب معصاب این برنامه‌های خبری رو ندارید که مثل مجلس عزاس و همه خبرها، برای شما خبره بده. ها؟ بده. یک روز از خواب پا میشی میبینی رفتی به بار، هیچ کس دور و برت نیست، همه رو بردی زیاد. در هفته‌ای که گذشت احمد توکلی نماینده مجلس گفت نبض مجلس تو دست منه، ولی فرمون مجلس دستم نیست. شما آقای توکلی همون نبضشو بگیر برادر، فرمونشو حالا حالاها بهت نمیدن، ولی شاید بذارن شما هر از چندگاهی یه بوق بزنی اینجوری. محمود احمدی نژاد در ارتباط با اختلاس اخیر گفت به احترام رهبر و ملت سکوت کرده است، اما سکوت دولت همیشگی نخواهد بود. این باز شروع کرد بگم بگم معروفشو، آخرشم این خط این نشون میگه، همه میگن پاها همین بود. ما که میدونستیم آقای احمدی نژاد. ای بابا میسوزن خوشگتر. خبر مهم هفته این که امسال در روز 22 بهمن ماه موزه مراجع در قم افتتاح می شود. موزه مراجع ملت. ولی تا این لحظه خبری مخابره نشده مبنی بر این که آیا خود مرجعیت را می خواهند بگذارند توی موزه یا خود مراجع را می خواهند بگذارند توی موزه. این که زاده آسیایی رو میگن جبر جغرافیایی. لاله افتخاری نماینده جدیدن سلبریتی شده مجلس گفت اینکه متهمان زنان در دادگاه چادر به سر می کنند توهین به چادر است. هفته پیشم که خانم افتخاری گفتی نمیدونم چادر از بمب اتم مهمتره. شما ما نفهمیدیم نماینده مردمی یا نماینده چادر تو مجلس. کار در ضمن مهمتر نیست اونجا تو مجلس غیر از چادر. معاون سیمای صدا و سیمای جمهوری اسلامی در بخشنامه‌ای به مدیران این رسانه طرح و تصویر مثلث‌های عشقی و مردان نیمه برهنه را در تلویزیون ایران ممنوع اعلام کرد و بدین ترتیب پخش مسابقات کشتی مردان، عزاداری مردان و کلن کمر به بالای مردان و همچنین دیدار سران سه قوه قویاً ممنوع شد. احمدی مقدم فرمانده پلیس ایران گفت که پلیس سالانه 20 میلیون لیتر مشروبات الکلی کشف می‌کند، اما این تنها 1/4 مشروبات الکلی است که به صورت قاچاق به ایران وارد می‌شود. این یعنی ایرانیان سالانه 80 میلیون لیتر عرق‌خوری پلم شده می‌کنند. و خبر تکمیلی این که خبرگزاری واهیک ضمن تکذیب این آمار گفت 80 میلیون تنها 1/4 مشروب الکلی است که به صورت 4 لیتری فقط از مجیدیه صادر می شود. و اینکه پارازیت به علت تجربه قبلی خبرگزاری واهیک را به شدت تایید می کند. می سوزن خوشگتر. و در هفته‌ای که گذشت عبدالفتاح سلطانی بازداشت شد. سازمان ملل خواستار پاسخگویی دولت ایران در مورد وضعیت موسوی و کروبی شد. سید امیر خرم عضو ارشد نهضت آزادی روبوده شد. سعید عبدالی قهرمان کشتی فرنگی جهان شد. ده‌ها تن از هنرمندان ایرانی با صدور بیانیه‌ای گفتند امروز به جاست اگر اوین و قرچک را خانه هنرمندان بنامیم. و در نهایت با پخش تصاویری مربوط به کشتن یک خرس مادر و دو توله خرس در استان اصفهان با
بار دیگر بی‌توجهی مردم و مسئولین به حیات وحش در ایران مثل پتک خورد تو سر ما و شما، ای آهاد، ای ملت، ای جماعت، ای ایرانیان. آقا چی میگین شما؟ اوضاع به این خوبی تو ایران؟ مملکت به این آبادی، ایران آباد ساختن، چی مثلا نمیفهمید چرا شما غرغر میکنین؟ اینجا تو آمریکا این آقای باراک اوباما پدرش در اومده، بزرگترین چالشش برای انتخابات ریاست جمهوری آینده میدونین چیه؟ سامان بگو. بیکاری. بیکاری؟ یعنی یارو اگه نتونه مشکل بیکاری تو آمریکا رو سرتاش هم بیاره تا یه سال دیگه، یک نفر به آمار بیکارای آمریکا اضافه میشه و اون کسی نیست جز خودش. تو ایران هم همینه بابا، همه جا اصلا همینه. فکر کردین چون ما حالا اصلا فلان و اینا چه خبه چی مگه همه غرغر میکنه نمیدونم فلان و اینا. من خودمو میگم این همه ما انتقاد کردیم، یه بارم آقا جون در تاریخ این برنامه، برای اولین بار در تاریخ این برنامه وقتی یکی حرف درست میزنه پخش میکنیم. این آقا هر کی هست دمش گرم خدمت شما نشون بده. ما سال گذشته اسفند سال 88 تو همینجا جلسه داشتیم به حضور استانداران، قرار ما این شد که اگر کسی نتواند سهمی که براش تعیین شده در ایجاد اشتغال تحقق ببخشه، خود به خود مستعفی محسوب میشه. به این میگن قاطعیت. یعنی اگر شغل ایجاد کردین کردین، نکردین تشخیص مسئله نظام بفرمایید جون. تازه تک تک آدمای بیکاری که رفتن سر کار اسمشون هست. همه ای کسانی که تو این کشور در سال گذشته مشغول کار شدن، اینا به اسم و رسم و مشخصات فهرستشون موجوده. هست. یعنی یکی برداشته کاغذ قلم ازشه اینجوری کاغذ قلم گفته اسم سامان. چی؟ سامان. آه سامان. فامیلی؟ اربابی. شغل ایجاد شده؟ پارازیت. بفرما. بعدش همه زحمت کشیدن تا 2,500,000 موقعیت شغلی که آیا همه جا یادتون وعده داده بود، گفته بود که من 2,500,000 موقعیت شغلی ایجاد میکنم، همه زحمت کشیدن که این تحقق پیدا کنه. چی میگین شما؟ من نمیفهمم اصلا، من نمیفهم اینا چی میگن، چرا شما غرغر میکنین، چی همش خورده میگیرین، چقدر پول دارن، چقدر نمیدونم اصلا شدنی نیست و فلان. خورده میگیرن آقا نمیدونم چقدر پول داری، چقدر اصلا شدنی نیست فلان. حالا ما یه هدف بزرگی خودمون برای خودمون تعیین کردیم، کسی که به ما تکلیف نکرد که. حالا مثلا 2.5 میلیون شغل، نه 2 میلیون. ببخشید، حالا مثلا 2.5 میلیون شغل، نه 2 میلیون. چی گفتین؟ حالا 2.5، نه 2 میلیون. 1 میلیون. 1 میلیون؟ کسی مگه به ما گفته آقا یه قانونی بوده که آقا تو باید 1 میلیون شغل ایجاد کنی، اگر نشد پس کذا و کذا؟ نه، قانون برای اشتغال زایی نبود و کذا و کذا. بابا تو که همین الان گفتی اگه هر کی کار درست نکنه برای ملت باید بره تشخیص مصلحت اونجا بشینه کوبیده بزنه و اینا. رئیست قول داد 2.5 میلیون. اسم وزارت خونه چیه؟ تعاون، کار و رفاه اجتماعی. تعاونی. بعدش هم اگه این وعده‌ای که آقای احمدی نژاد به ملت داده عملی نشد تا مثلا این یکی دو سال دیگه دولتش هم رفت حاجی حاجی مکه، اون وقت چی؟ سید علی میمونه حوزش؟ برفرض گیرم که نرسیدیم، بالاخره ما تلاش بکنیم که ما یه هدف بزرگی رو برای خودمون تعیین کردیم که این چیز خیلی قشنگ و عالیه که برفرض نرسید. این خیلی قشنگ و عالیه که شما به ملت بگین دنبال ماشین آقای احمد نژاد بدو نامه بده که ما بیکاریم. بعد ما برفرض نشد، برفرض شما اجاره خونتون رو حالا این ماه همین که سعی کنی بدی خیلی خوبه، ولی اگه کار پیدا نکردی این ماه و نتونستی اجاره خونت رو بدی، نشد دیگه، حالا خیلی قشنگه سعی کردی. یه بارم اومدیم از اینا تعریف بکنیم، به هدف قشنگمون نرسیدی. آقا اینجوری نمیشه، ما باید از قدرت رسانه استفاده کنیم. ما اینجا بر خودمون CIA گفتن، چیزی گفتم، کلی جاسوسی بر خودمون و خصوصی از این آقا تعاونی سوال کنیم جریان چیه. آیه تعاونی اینجا خصوصی داشت، به ما بگو. خصوصی به شما میگم 1,600,000 هم بیشتر بوده. ما به خاطر اینکه حالا یه وقتی خطایی در کار باشه تو گزارش ها، به اصطلاح تکراری ها، دوباره شماری ها و نظایر اون، خودمون یه درصدی کمتر اعلام کردیم. چی کار کردین؟ خودمون یه درصدی کمتر اعلام کردیم. شما که گفتی تک تک آدم ها رو نوشتین اسماشون و اینا، همه رو دارین و اینا. اینا به اسم و رسم و مشخصات فهرستشون موجوده. این رئیس جمهورت ببین چی میگه. میخواهند عزیزان من تا
پاکترین دولت تاریخ این کشور را متهم کنند. شما همتون تو این دولت پاک و منزه و بانک صادرات و 3000 میلیارد و اختلاس و بخور بخور و کی بود من نبودم سکوت کردیم به خاطر آقا ریاضیات تک ماده زدین تو مدرسه ولی سفسته تو مکتب 20 گرفتیم. حساب کردیم با هم که به ازای هر کیلو سیب زمینی چقدر آب مصرف میشه. ما رسیدیم به عدد 250 کیلو. حالا شما متخصصید زود حساب کنید به ما بگید دقیقش چقدر. یک کیلو سیب زمینی 250 کیلو آب. 250 کیلو آب؟ یک کیلو سیب زمینی 250 کیلو آب؟ الان این بطری های نیم لیتری آب چنده؟ با منی؟ آره بگو 250 تومن. چقدر؟ 250 تومن. 250 تومن. خب 250 تومن، 100 تومن مال ظرفش. خب 150 تومن بزتیش. سفسته کردی. 100 تومن نیم لیتر. 100 تومن نیم لیتر. یه لیترش میشه چقدر؟ یه لیترش 100 تومن میشه. یه لیترش میشه. ماشین حساب داری؟ سامان ایتالی میشه. 250,000 لیتر برای 1 کیلو سیب زمینی. 250,000 لیتر برای 1 کیلو سیب زمینی. درست میگم آقای پرمد یا نه؟ عددها رو زر تقسیم کنیم ما اشتباه نکنم. فکر نمیکنم اشتباه کرده باشم. سامان حساب کن، سعی تو بکن، خیلی قشنگه. سعی تو بکن سامان. حساب کن. 200 چقدر میشه؟ 250,000 کیلو آب برای 1 کیلو سیب زمینی. نه، سعی میکنم. برای 1 کیلو ها؟ نه، سعی میکنم. ها؟ 250 لیتر. 250 لیتر دیگه. 250 لیتر. 250 کیلو. 250 لیتر برای 1 کیلو. آره دیگه. نه 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 سب کن تو همیانش دیگه گفتی 250,000 لیتر برای 1 کیلو سیب زمینی. همینجوری آمار غلط غلوط بده به مردم کی به کیه. هر کی ارا میرسه یه چیزی میگه، یه آدمی خودش اقتصاددان معرفی میکنه میاد میشینه اونجا میگه تورم فلان است باحال است. من از تورم چه سر در میارم؟ یارو میگه 16%، من میگم باله. میگه 18%، من میگم حتما راست میگه دیگه. همینجوری نگاش میکنیم، یعنی خب حتما راست میگه دیگه یارو. ولی 2 روز دیگه سر برج که میشه میبینی ته جیب به اندازه 1 کیلو سیب زمینی پول نیست، اون موقع است که گندش در میاد که همه این عدد مددا ردگم کنی بوده. سامان عدد بده. 1 بده بیا. 2 سال قبل، 3 سال قبل. عدد. 4 سال. عدد. 1.9% بده. عدد بده. عدد 5 15 تا 0 جلوی اون قطار رو. عدد. رده 71. عدد. 2 برابر. ببین. 4 تا شرکت سیونیستی. 49.1. عدد بده. 9 نفر. 1 نفر. حدود 150 نفر. 1118 تومن 20 تومن. 20869 تصمیم. 16. ببین چگونه جان مشوش است. عدد بده. ببین شهید شد برادرت. عدد بده. ببین که نیستی. عدد نمش بده. ز صد گذر. 2 سال. حداقل 10 سال. 24 سفر استانی و 380 سفر شهرستانی و روستایی داشتم. 5 سال الان ده ها جلسه. دلت به انتظار چشم ها صدد. چند صد تون. 8000 مؤسسه و حدود 100 تا. یک احساس چسبندگی. یه بارم عرض کردم چند صد تون. یه کارشناس 87% به 92%. 10 الی 20%. 18.9% 10 میلیارد. 67%. 1 نقطه از شهر هم در سمت غربه. ببین دیاز پام ده خورندند خلق را. ببین چگونه کردند مدریای دلق را. ببین چگونه بشکنند جای شیشه تلق را. ببین چگونه پول میدهیم نفت آب و برق را. ببین احاطه کرده از عدد فکر خلق را. مهمان این هفته شما اکبر گنجی است. آقای گنجی فوق لیسانس ارتباطات و نویسنده و روزنامه‌نگار متولد شهر ری و ساکن نیویورک است. آقای گنجی سال 2010 برنده جایزه معتبر میلتون فریدمن برای گسترش آزادی شد و کتاب جدید ایشون با نام بود و نمود خمینی وعده بهشت بر پایه دوزخ اخیراً توسط نشر گردون در آلمان منتشر شده. این شما و این هم اولین پرسش شما. این عالی جنابانی که شما مطرح کردید در طول این سالیان کیا بودن؟ عالی جناب سرخپوش، عالی جناب خاکستری و باقی عالی جنابان. بله.
برای افشای قتل زنجیری تو چارچوب ایران، برای اینکه امکان پذیر باشه تو روزنامه‌های ایرانی رو منتشرش کرد، تو اون شرایط مجبور بودم مفهوم سازی بکنم و طبعا این مفاهیم رو ساختم برای اینکه بشه بیانش کرد. عالی جنابان خاکستری پوش کسانی بودن که حکم قتل زنجیری میدادن روشنفکران در داخل و خارج کشور ترور بشن، مثل محسنی ژی، مثل علی فلاحیان، دوری نجف آبادی، روح الله حسینیان، و اینا یه رئیسی داشتن که اسمش رو گذاشته بودم عالی جناب، عالی جنابان خاکستری پوش، که خود آقای خامنه ای باشه. این اطلاعات کجا می آوردین آیه؟ به هر حال کسی که تحقیق میکنه، جستجو میکنه، میرسه به اینا. تو اون سیستم ایران موقعی که وزارت اطلاعات داشته این ترور رو انجام میده در داخل کشور و خارج کشور، بدون تصویب وزیر، بدون اینکه رهبر این مجوزش بده و یه آیت الله این حکمو بدن، امکان پذیر نبوده. که منبعتون هیچ وقت نگفتین مثلا سید عجاریان چقدر کمک کرد به هر حال تو یک کشورهایی مثل دموکراسی، مثل کشورهای غربی هم روزنامه‌نگاران و کسانی که کارهای تجسسی و تحقیقی انجام میدن هیچ موقع منابع خودشون رو لو نمیدن. موقع توی کشوری مثل ایران که یک نظام دیکتاتوری هستش و شما میخواید اونجا بدونید چه هزینه‌ای داره. الان که اومدیم بیرون که الان که میشه گفت برای من هزینه نداره، من که هزینه‌مو دادم. برای اون کسانی که تو ایران هستن و کمک کردن به این فرآیند هزینه داره و اون رژیم با اونا برخورد خواهد کرد. پس سید حجاریان آقای حجاریان به هر حال یه دونه متفکر بزرگی هستن، من براشون احترام زیادی قائل هستم. این یعنی که اطلاعات ایشون میداد نمیداد چجوریه؟ به هر حال بنده منابع خیلی زیادی داشتم، از هر منبعی برای کارام استفاده کردم. یکیشم حجاریان بود. بنده چنین چیزی نگفتم. آیا اطلاعات بیشتری راجع به قتل زنجیری دارید آقای گنجی که ملاحظه کردید به هر دلیل و منتشر نکردید در داخل هم الان میتونید به ما بگید؟ ببینید تعداد قتل‌ها مثلا اینا حدود 300 نفر 360 نفر رو در داخل زدن کشتن و یه تعداد زیادی هم از در خارج کشور ترور کردن، فقط حجم ترور زیاد تر بوده از اون تعدادی که بیان شده. وگرنه ماجرا کاملا روشن، یه پروژه حکومتی بوده، خود آقای خامنه‌ای پشت پروژه بوده، توسط وزارت اطلاعات کار میکردن. و شما اگه نگاه کنید همه روشنفکرایی که در خارج کشور هم ترور شدن در اون دوره 8 ساله اول رهبری آقای خامنه‌ای و ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی بوده. بله. اکبر گنجی در کنفرانس برلین گفت که حکومت جمهوری اسلامی اصلاح پذیر است. اکبر گنجی چند سال بعد از آن گفت دین از سیاست جداست و دنبال یک جامعه سکولار دموکرات است. اکبر گنجی امروز در برنامه پارازیت چه میگوید؟ به هر حال من همیشه خودم رو یه اصلاح طلب میدونستم، الانم میدونم به این معنایی که الان میگم. من هدفم گذار به دموکراسی، یک نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر هستش. منتها اصلاح طلبی در اینجا معنای جز این نداره که روش هایی که ما به اون توسل میجوییم روش های مسالمت آمیز خشونت بار نیستش. طبعا یک نظام دموکراتیک نظام دینی نمیتونه باشه. یعنی هیچ دموکراسی دینی، دموکراسی اسلامی، مردم سالاری اسلامی ما نمیتونیم داشته باشیم. این حکومت یک حکومت سکولاره، امروز هم من همینو میگم. پس هنوز روی سکولار دموکرات باقی؟ بله، یک نظام دموکراتیک نظام سکولاره در این حال. شما بین خدای فقیهان و خدای فیلسوفان و عارفان مسلمان یک تفاوتی قائل هستید و منتقد اندیشه مهدویت به شیوه امروزی هستید. علاوه بر این از اسلامی به نام اسلام بزن بهادر هم صحبت میکنید. آقای گنجی چی شد که شما کافر شدی یه دفعه؟ بنده همچنان یک مسلمان هستم، یک شیعه هستم، اما شما باید توجه داشته باشید، به خدا باور دارم، پیامبر گرامی اسلام رو به پیامبری میشناسم، اما شما باید توجه بکنید که ما در جهان خارج دین نداریم، دین ها داریم، اسلام نداریم، اسلام ها داریم، تشیع نداریم، تشیع ها داریم، لیبرالیسم نداریم، لیبرالیسم ها داریم، مسیحیت نداریم، مسیحیت ها داریم. بنده مسلمانم، یکی از انواع اسلام هستم. اسلام و تشیعی که من ازش دفاع میکنم یک اسلام و تشیعی هستش که ملتزم به اخلاق، ملتزم به معنویت، عقلانی هستش، خرافاتی نیست. طبعا اگه چیزی خرافه باشه من نمیپذیرم، اگه مدعیاتی باشه کاذب باشه نمیپذیرم. تحقیق تاریخی میکنیم، اون چیزی که حقیقت بود میگه خداوند از ما چی خواسته. خداوند از ما خواسته که به صداقت داشته باشیم، آدمای اخلاقی باشیم، به حقیقت و عقلانیت التزام داشته باشیم. اگه بنده تحقیق کردم دیدم امام 11ام شیعیان فرزندی نداشته و همه منابعم نشون میدن که ایشون فرزندی نداشته، خب من نمیتونم باور داشته باشم به امام 12ام به عنوان فرزند امام 11ام. خب این عقلانیت به من حکم کنه، این چیزی که خداوند از من خواسته، به بعدم صداقت داشتم و اینو اعلامش کردم. یکی از نکاتی که در آخرین، پس امام زمان قطعا دیگه نیست، دیگه نباشیم دنبالش. ببینید این که امام زمان قطعا هست یا نیست، اون یه بحثی هستش که همیشه میشه راجبش بحث کرد. آره. بنده بر اساس تحقیقاتی که کردم و در به نزاهای اون زمان نگاه میکنم که پس از وفات
امام 11 بوده، این نزاع قشنگ در گرفته که ایشون فرزندی نداشته و شیعیان ایشون به 14 فرقه تقسیم شدن و اونها 12 فرقه شون قطعا گفتن ایشون فرزند نداشته، 2 فرقه بوده که گفتن ایشون فرزند داشته، از اون 2 فرقه یه فرقه گفتن که ایشون 5 سال پیش بچهش به دنیا اومده و بعدن پس از وفات ایشون غیب شده و یک گروهی گفتن که ایشون همسرش حامله هستش و فرزندی به دنیا خواهد آورد و بعدم حاکم توسط هیئت امنای از خود شیعیان 9 ماه 2 سال اون خانم و خانم‌های ایشون رو تحت حفاظت قرار دادن و هیچ کدوم از اون خانم‌ها فرزندی به دنیا نیاوردن. مسئله این تحقیقات تاریخی بیش از اینو نشون نمیده، فرزندی نبوده. بله. حتی گروه زیادی از مردم در داخل اینجوری دیگه فکر میکنن. بله طبعا، بله احترام برای بندن برای همه اونها احترام قائل هستم. بله. یکی از نکاتی که در آخرین کتابتون بود و نمود خمینی راجبش بحث میکنید اینه که شما میگید آیت الله خمینی دروغ و جاسوسی رو واجب شرعی کرد. رو چه حسابی این حرفو میزنید آقای گنج؟ ببینید توی درگیری های سال 60 که شروع شد و ترورها شروع شد، آیت الله خمینی اومد گفتش که همه جاسوسی بکنن، از همسایه هم دیگه خبر بدن، به نیروهای نظامی، به سپاه، به وزارت اطلاعات، به کمیته ها، به همه جا اطلاع بدن. البته وزارت اطلاعات موقع نبود، اطلاعات سپاه بودش. بعد مهندس بازرگان یه نامه نوشتش به آیت الله خمینی، اعتراض کردش که آقا این برخلاف شرع، شریعت اسلام، قرآن میگه تو حوزه خصوصی کسی دخالت نکنید، شما به همه همسایه داری میگی جاسوسی همسایه بغلیش میکنید و این خلاف قرآنه. آقای خمینی اومد جواب داد بهش، تاریخاش هم مشخصه، تو اون جواب داد گفت موقعی که اسلام، مسلمین، نظام به خطر میفته، شرب خمر، عرق خوری، دروغگویی و جاسوسی هم واجب شرعی میشه و اگه اینا ضرورت پیدا کنه باید بهش توسل جوش. و خب این شیوهی بود که ایشون کرد و ادامه هم دادن. دروغگویی که سرتاپای این رژیم شبانه روز دارن دروغ میگن دیگه، همه اعتراف دارن که این رژیم، حتی الان آقای احمدی نژاد هر حرفی میزنه همه اصولگرا میگن دروغ میگن. بخشای دیگه نظام هم میشه، یعنی یک رژیمی که سرتاپاش دروغ، جاسوسی میکنه و اصلا شرابخوری چیزی نیستش. این رژیم قد کثافتکاری کرده، انقدر گناه‌های کبیره انجام داده، قتل و جنایت، که در مقابل شرابخوری اصلا مشکلی وجود نداره. بله. آقای گنجی، من 4 صفحه اینجا سوال دارم از شما که در بخش اینترنتی برنامه شما قول دادید که به همه اینها جواب بدید. اینجا به رسمی برنامه شما 1 دقیقه وقت دارید که با تماشاگران ما مستقیما صحبت بکنید، این شما و این هم تماشاگران برنامه پارازیت. ما نیاز به این داریم که برای اینکه ایران به یک نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر برسه، به همدیگه اعتماد داشته باشیم، با همدیگه کار جمعی بکنیم. بدون اعتماد کار جمعی امکان پذیر نیست. این رژیم بزرگترین کاری که کردش اعتماد بین ملت و دولت و اعتماد بین مردم به همدیگه را بین بردش. اون چیزی که سلب اعتماد عمومی میکنه، تهمت زدن، تخریب، ترور شخصیت، دروغگویی، تهمت زدن بی اساسه. فضای ما برای اینکه دموکراسی یک راهی که با رفتن خودمون اون رو میسازیم، مقصدی نیست در جای دیگه، گام به گامی که جلو میریم دموکراسی رو میسازیم. بعد این فضای ترور شخصیت، دروغگویی، تخریب، تکفیر رو گذاشت کنار، باید یک همکاری جمعی کردش. باید مردم از طریق سازمان یابی قدرتمند بشن و پس از بسیج اجتماعی از طریق نافرمانی مدنی به روش‌های مسالمت‌آمیز این پروژه گذار به دموکراسی در ایران طی بشه تا برسیم به یک نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و ملتزم به حقوق بشر. و اساس ما مردم هستن، اساس کار همین جوان‌هایی هستن که 70% جمعیت کشور رو تشکیل میدن و اینا آینده‌های این نظام، این مردم هستن و هر کاری بشه وسیله اینا. اساس کار اعتماده، اعتماد محور سرمایه اجتماعی، بدون اعتماد هیچ کاری پیش نمیره. مخرب این اعتماد تهمت، تخریب، دروغگویی، دشنام دادن و تکفیر کردن، این چیزیه که باید کنار گذاشته بشه برای رسیدن به یک ایران آبادی که نظامش نظام دموکراتیک باشه، حقوق بشر باشه، آزادی باشه و آزادی همه زندانیان سیاسی عقیدتی از دست این سلطان ستمگر جابر. کاربران صفحه فیسبوک پارازیت شهرام ناظری رو به عنوان شخصیت خوب هفته انتخاب کردن. استاد ناظری در مصاحبه‌ای که مجله تجربه در شماره آخر خودش چاپ کرده ضمن انتقاد از صدا و سیما گفته که صدا و سیما باید بعد از 30 سال به هنرمندان احترام بذاره.
استاد ناظری ضمن اعتراض به عدم رعایت حقوق کپی رایت هنرمندان در صدا و سیما گفته هر زمان تصمیم گرفتید و تصویب کردید که حق و حقوق ضایع شده همه هنرمندان این آب و خاک را به آنها بدهید، آن زمان من نیز به همراه دیگر هنرمندان خواهم آمد تا بخشی از حق و حقوق طبیعی خود را دریافت کنم. شخصیت خوب این هفته به انتخاب تماشاگران پارازیت شهرام ناظری است، چرا که آتش در نیستان صدا و سیمای آقا و رفقا انداخت و از حق و حقوق ضایع شده هنرمندان این مرز و بوم همچین پهلوانانه دفاع کرد. یک شب آتش در نیستانی فتاد. اما شخصیت بعد این هفته این آقا ساجون محمد جهرومی، رئیس بانک شما، بانکی که در خدمت مردم است، بانک صادرات، بانکی که نقطه شروع اختلاس 3 میلیارد تومانی است، اختلاسی که حتی خود اختلاسیون یعنی همونایی که پول دزدیدن شوکه شدن که چجوری تونستن واقعا این هوا پول آقا بکشن بالا. آقای جهرومی اما این هفته نه به خاطر اینکه 500 میلیون تومان کارانه سهم مدیر عامل به حساب شخصی خودش واریز کرده، نه به خاطر اینکه حقوق 30 میلیونی میگیره و در ادم نه به خاطر اینکه 2 میلیون حقوق بازنشستگی میگیره و هنوز کار داره سر کاره، بلکه به خاطر این حرفش شخصیت بد هفته است. سامان بده بیاد بالا. مسئولان باید از ما تشکر کنند که چنین اختلاسی رو کشف کردیم. تشکر؟ چشم آقای جهرومی دست شما در نکنه قربان، ما تشکر میکنم از شما، مرسی واقعا، دمتون گرم، از ما رو برای دزدی میکنه. نوش جونت آقای جهرومی، نوش جونت که رئیس قافله دزدا شدی و یه تیم درست شد که مثلا تو هم حالا یه کارهایی توش کردی و یه دزدیاشو، نمیگم حالا همه پولا رو تو خوردی، ولی خب بالاخره یه جورایی گوارای وجود. ضمن تشکر از شما به خاطر دزدی گرگیتون، ما شما را به عنوان جهادگر نمونه در سال جهاد اقتصادی معرفی میکنیم، چون خدا وکیلی 3000 میلیارد تومان خودش 30 تا مثلا جهاده، یعنی همینجوری بیا جهاد پشت جهاد سفته بده وام بگیر برو اون گوشه ته بانک اون پشت اون میزه یاته بخند بری چه ملت. محمد جهرومی وزیر سابق کار، معاون اجرایی سابق تر شورای نگهبان، فرماندار سابق ترتر ناطق ببخشید شهر نور از توابع مازندران، به خاطر آنچه در فرهنگ عامه ایران زمین به دست والا رو بگی تا ملت به تب راضی بشن، شخصیت بعد این هفته یه پارازیت است. بچه پر رو هم بچه پر روهای قدیم. اما ملت بیدار، در مورد شخصیت زشت این هفته ازتون خواهش میکنم که کاغذ قلم همه حاضر کنید و بشمرید همه با هم که این آقا که الان میخوایم نشون بدیم بهتون چقدر تا حالا کشته است. چه کاری کردیم که نقض حقوق بشر کرده ایم؟ هیچی. قاچاقچی کشته ایم؟ افرادی را که نشر فساد میکنند و نشر فحشا میکنند و مرتکب فحشاهای ناجور میشن اینا رو کشته ایم؟ دزدا رو کشته ایم؟ غارتگرا رو کشته ایم؟ مفسدین فلعز را که مردم را به ذلت کشیدند و حقوق مردم را از بین بردند و مملکت را فروختند و با بیگانگان ساختند به ضرر دشمن، به ضرر اسلام و مسلمین، اینا را بکشیم؟ ما شما میگه نقض حقوق بشر؟ آقای جنتی ما گفتیم شما فله ای آدم میکشی و این نقض حقوق بشر، ما کی با شما غلط بکنیم؟ اصلا شما همینجوری کلی فروشی آدم بکش و این تداوم حقوق بشریت است. کشته ایم، اینا رو کشته ایم، کشته ایم، کشته ایم، میکشیم. این تا صحبت از کشتن میشه دوچار یک شور انقلابی میشه. آقای جنتی پدر من، پدر بزرگ من، پدر 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 بزرگ من، پدر 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 بس دیگه. شما جنتی میای تو روز روشن اعتراف میکنی که یک قاتل سریالی هستی در حد 3000 میلیارد تای خفاش شب با افتخار، بعد ملت قهرمان تو نماز جمعه هیچ کی نمیاد بهت بگه آقا چجوری هست شما این همه آدم کشتی، بعد تازه راست راست تفنگ جلسه میگیری دستت وای میسی پشت تریبون میگی داش ما عرقخوری و سطل خواب کشیگم قتله، حالا چجوری کشته اید؟ با لنگ کفش کشته اید یا با تناب کشته اید؟ به جرم آب‌بازی کشته اید یا به جرم ارتداد میکشید؟ ولی الان محض اطلاع شما تو کل دنیا فقط 57 کشور مونده که حکم اعدام صادر میکنه و اینم همچین باعث افتخار ما بشریت فلان هم نیست.
آقا وکیلی افتخار نمی‌کنیم بگیم همه رو اعدام بکنیم و بکشیم ما بدادر. در ضمن آقای جانت یه چیزی بگم بین خودم خود ما بچه سنم قد نمیده. شما تو خود مرز اونجا بودی وقتی یات قابیل حابیل کشت اونجا بودی دیگه و یات چی شد؟ خدا اینجوری نشون گذاشت پیشونی قابیل رو همین نگرفت بکشدش بعد بیاد جسه بگیره دستش برای بشریت قبی بیاد کشته این کشته این. شخصیت زشت این هفته پارازیت آیت الله احمد جنتی است. خب این بود برنامه این هفته پارازیت. من سامانم. من کامبیز حسینی هستم و فکر میکنم چاره حتما جز اینه که ناله شبگیر کنیم. چاره جز اینه که ناله شبگیر کنیم. چون تقدیر چنینه چه تدبیر کنیم.